در حالی که چندین پس لرزه از زمان وقوع زلزله قوی در هرات از روز شنبه به دینسو در آن محل حس شد، صبح امروز چهارشنبه بار دیگر یک زلزله قوی در محل مردم را نگران کرده است. شرح بیشتر وضعیت و اوضاع در منطقه را از آقای وحید پیمان خبرنگار آزاد می‌شنویم که همکنون با ما هستند از طریق اسکایپ. آقای پیمان سلام و سپاس از وقتتان. ابتدا می‌پردازیم از بعد زمین‌شناسی یا جیولوژی، چرا این نوع زلزله‌ها با تعداد زیاد پس لرزه‌ها و حال یک زلزله قوی دیگر در منطقه مثل هرات به وقوع پیوسته؟ سلام خدمت شما و بیننده های عزیز شما. با توجه به اینکه من خبرنگار هستم و همراه کارشناسای مختلف صحبت کردم، میدانم که در واقع در اعماق زمین هرات یک گسل یا یک شکستگی وجود داره که در طول دوران تاریخ شناخته شده است. برای زلزله‌شناس‌ها، برای کسایی که در این حوزه کار میکنن، این به نام گسل هرات یا به نام شکستگی هرات یاد میشه. اما آنچه که من همراه کارشناسای مختلف چه در داخل و چه خارج از افغانستان صحبت کردم، هنوز به صورت قطع بیان نشده که این میتونه در واقع همان گسل شناخته شده و معروف هرات باشه. گفتن ممکن هست که این شاخه از او بوده باشه و اونا هم ابراز نگرانی میکنن از اینکه پس لرزه های بسیار زیادی داشته و این پس لرزه ها معمولا همسان هست از لحاظ اندازه و ریکتر و مساحت با اولین زمین لرزه‌ای که صورت گرفته، چون معمولا طبیعتا این گونه نیست. وقتی زلزله بزرگی صورت میگیره، پس لرزه ها معمولا اندازه کمتری دارند. این مایه نگرانی و منجر به نگرانی برای بسیار از کارشناسا هم شده. بله، خب عمده‌ترین موضوعی که همگی در موردش صحبت میکنن پروسه امدادرسانی است. وضعیت زلزله‌زده‌ها در حال حاضر در این محل و خصوص پروسه امدادرسانی چگونه به پیش میره؟ آیا به دلیل نبودن راه برسیدن به این قریه است که ناهماهنگی در وجود داره و اینا شاکین که کمک نرسیده، یا اینکه پروسه کمک رسانی به نوع منظم نیست؟ ببینید، پروسه کمک رسانی منظم نیست. این یک چیزی که اصلا نمیشه رد کرد. اما بحث اساسی است که ما یک زلزله روز شنبه داشتیم، او در یک ساحه 30 کیلومتری شهر هرات قرار داره، یعنی او را با یک موتورسایکل هم کسی میتونه بره، اصلا مشکل راه در اونجا وجود نداره. اونجا بیشتر عدم هماهنگی وجود داشته در طول مدت، اونجا یک نوع سراسیمگی، نبود تجربه، عدم استفاده از کارشناسا و متخصصین برای آمارگیری و برای رسیدگی به کودکان و زنها و در مجموع برای آسیب دیده‌ها. موضوع دیگر است که زلزله دیشب با وصف از که قربانی نداشته و مردم احتیاطهای لازم انجام داده بودند و در بیرون از منازل خوابیده بودند، اما ساحه جغرافیایی از این بسیار بسیار وسیع‌تر است. او زلزله است که در روز شنبه اتفاق افتاده بود. تعداد خانه‌هایی که آسیب دیده بسیار بسیار بالاتر از تعداد خانه‌هایی است که در 12 قریه در روز شنبه آسیب دیده بود. به این معنا اگر تا امروز صبح هرات 11500 نفر به گفته سازمان ملل متحد افرادی داشت که آسیب دیده بودند، خانه‌های خود از دست داده بودند، من فکر میکنم این بسیار بالا رفته، نیاز به یک آمار دیگه داره. ممکن است که بالاتر از 100,000 نفر رسیده باشه، چون 4 ولسوالی را این بار در بر. آقای پیمان، وقت بسیار کم از زلزله صبح امروز خوشبختانه تلفات زیاد نداشت. مردم چه تدابیر را روی دست گرفته بودند که از تعداد تلفات کاسته شد در این زلزله؟ خب تا جایی که ما اطلاع داریم مردم در خانه‌های خود نخوابیدند. دیروز روز بسیار آرامی بود، یعنی پس لرزه یک مقدار کمتر بود، اما صحبت‌هایی که از طریق رسانه‌های مختلف انجام شد، کارشناسای زلزله گفتند که با توجه به این وضعیتی که مطالعه کردن، بهتر است که مردم هرات یک 3-4 شب دیگه هم در خانه‌های خود، یعنی زیر سقف، نخوابند. این باعث شد که تقریبا همه مردم هرات، چه در سطح روستاها، چه در سطح ولسوالی‌ها و مرکز شهر، این مورد بسیار جدی بگیرن با توجه به پس لرزه‌هایی که یک مقدار وحشت آفرینی هم کرده و با وصف خرابی یا ویرانی گسترده‌ای که داشته تلفات به بار نیاورده و عمده ترین عامل او ایست که مردم ایمنی را رعایت کردن، یک مقدار داد کرد و یک مقدار ترس هم به اونا غلبه کرده بود. ممنون، سپاس از شما. بله، تشکر از شما آقای پیمان که برداشت و تحلیل را در قبال این موضوع با بیننده در مورد وضعیت هرات تشریح کردین. تشکر.